اول تسالونیکیان فصل 5. اما ای برادران، لازم نیست که من درباره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه از آن خلاصی نخواهند یافت. اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافل گیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم، پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم. شب است که مردمان خوابالود می خوابند و شب است که مستان مست می شوند. اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زری به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم، زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم خواه زنده. پس همان گونه که اکنون می کنید یکدیگر را تشویق و تقویت کنید. ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت میکشند و در خداوند رهبران و مشاوران شما هستند احترام قائل شوید و از آنان به خاطر کاری که میکنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمایید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. ای برادران، از شما استدعا میکنم اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه مردم بردبار باشید. متوجه باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه دائما نیکی کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید. همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چی که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را خاموش نسازید، پیشگویی و اعلام کلام را ناچیز نشمارید. همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگه دارید. از هر نوع بدی دوری کنید. خدایی که سرچشمه سلامتی است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم ببارد تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقص و دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می کند. ای برادران، برای ما دعا کنید. همه برادران را با بوسه پاک سلام گویید. شما را به نام خداوند وظیفه می دهیم که این رساله را برای تمام برادران بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.